با نام خدا و سلام بر شما به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه هر یک آقایان ولی فروزا ناگاه روابط بین الملل از کانادا، آقای سید بلال فاطمی تحلیلگر مسائل سیاسی از بریتانیا و همچنان آقای ظاهر مطهری فعال سیاسی تا لحظات دیگر از ایران با ما خواهد پیوستند و در رابطه با سفرهای منطقه نمایندگی ویژه آمریکا در امور افغانستان بیشتر بحث خواهیم کرد. مهمانان عزیز را به برنامه خوش آمدید میگم. آقای فروزان، اجازه بدین بحث در نخست با شما آغاز بکنم. آیا فکر میکنین که هنوز هم در حال حاضر با در نظر داشت از اینکه همواره مقامات آمریکایی تاکید کردند که دیگر منافعی برشون در افغانستان باقی نمانده، میل داشته باشند که در قضای افغانستان شریک باشند و به نحو خود را جزء از مانورهایی که در منطقه در حال حاضر در حال اجراست شریک بدانن؟ سلام به شما آقای احمدی، سلام به مهمانای برنامه و همچنان بیننده های گرامی تلویزیون آریانا نیوز. خب من فکر میکنم امریکا دوباره خود در منطقه به یک شکل دخیل میسازه، به خاطر از این که جنگ اوکراین شاید سبب شده باشه، چون روسیه در حقیقت چندین راه داره که یکیش از شرق چین است که وارد روسیه میتونن، یا کسایی که خواسته باشن روسیه را تهدید کنن میتونن از اون طریق داخل شون. یکی از این راه افغانستان است که ترمز است و بالاخره راه دیگه‌ش هم اوکراین و اروپای شرقی. و روسیه فعلا همگی ما و شما آگاهی داریم که میخواد که نفوذ امریکا و ناتو را از قسمت‌های غربی کشور خود که اوکراین باشه از او در حقیقت اونا را مهار بسازه، چون اوکراین تصمیم یا بحث از این موجود بود که اوکراین جزء اتحادیه ناتو میشه. خب این جنگ در یک وضع است که یک رقابت بسیار بزرگ جهانی را ایجاد کرده و همچنان روسیه تقریبا از برنامه اصلیش که اشغال مکمل اوکراین بود از او کم عقب نشینی کرده و مناطق خاص را در نظر داره. این سبب از این شده میتونه که علاقه بگیره دوباره به افغانستان روسیه، به خاطر که هم یک اوزه امنیتی روسیه است مثل اوکراین، شاید به او حد اگر نباشد تا حد افغانستان همچنان خطر افراطیت، تهدید افراطیت و جهادیزم و مسائل که از پاکستان متوجه روسیه بوده در 70 سال گذشته، امواره روسیه را تهدید کرده در آغاز قبل از دوران داوود خان وقتی که احزاب اسلامی در افغانستان به میان آمد و بعد از او در جریان حکومت چپیا به روسیه تهدید بودن، از پاکستان منشأ می‌گرفته تهدیدات. یعنی افغانستان یک منطقه است که همیشه روسیه تشویش داشته، حتی در دوران حکومت اول. حالا این نزدیکی هایی که دوباره از جانب آمریکا به افغانستان دیده میشه، گرایش هایی که صورت میگیره، به نحوه فکر میکنین به خاطر از این است که آمریکا دوباره میخواهد با امارات اسلامی وارد تعامل شوه و روابط دولت به دولت داشته باشه، و یا هم این نزدیکی ها از حراس نزدیک شدن روسیه به افغانستان است؟ من فکر میکنم بیشتر یه راس به خاطر باشه که خطر اتر یک وضعی که در اوکراین به میان آمده در افغانستان ممکن است موجود باشه. بریتانیای کبیر و روسیه زمان تزار اینا به یک توافق رسیده بودن که افغانستان یک منطقه آیل باشه، اما این آیل نتیجه بعد از اینکه پاکستان از هند جدا شده، اماره روسیه تهدید شده از جانب پاکستان و دریای آمو یک سرحد خوب به روسیه یا یک آیل خوب بوده نمیتونه. من فکر میکنم کوی اندوکش بسیار یک آیل مضبوط است و میره بعید نمیدانم که روسیه در نهایتش خواسته باشه افغانستان تجزیه کنه و شمال و جنوب و کوی اندوکش یک حوزه امنیتی خود بسازه و یک دیوار مستحکم، مثل که در مناطق دیگر روسیه تقریبا مثل یک قلاوری از کوهایی که در شرق چین است تا به افغانستان که یک رای داره، باز بعد از او کوه قفقاز میه و بیره بالکن و بیره سیاه و باز بالاخره جورجیا که گرجستان ما میگیم، همگی از این مثل یک قلاس و شمالش هم برای منجمد شمالی است. اینمی چند رای که داره، کوی اندوکش میتونه یک سرد بسیار مضبوط برش باشه، یک دیوار بسیار مضبوط.
این خطرها دیده میشه، به او خاطر امریکا دوباره شاید ازبکستان یک کشور نسبتاً به روسیه، به اتحادیه روسیه یا کامن ولت روسیه که دارن، کم از کشورهایی است که نسبتاً به غرب گرایش داره، کم از روسیه حمایت نظامی نمیگیره در مسائل امنیتی. خود نظر به تاجکستان و ترکمنستان تقریبا یک نوع استقلالیت خود داره، به او خاطر آسانتر فکر میکنم روسیه امریکای ازبکستان کشور میبینه که ممکن است که اگر در اینجا رقابت های جهانی بین روسیه و امریکا صورت میگیره، ازبکستان یک کشور مطمئنتر باشه برای نفوذ امریکا. سرتشکر. آقای فاطمی، شما را به بس خوش آمدید. میگم در نشست پیمان امنیت جمعی که همسایه های شمالی افغانستان در او حضور داشتند، نگرانی شدید شد از وضعیت امنیتی افغانستان و این نگرانی ها را از روزهای دور است که میشنویم، چه از جانب کشورهای همسایه افغانستان و چه از جانب کشورهای فرامنطقه. به نظرتون فکر میکنین که بتانه یک فرمول تازه سیاسی امنیتی در رابطه با افغانستان در حال شکل گیری باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آقای احمدی سلام با شما، مهمانان دوباره بینندگان تلویزیون وزین آریانا. به تحقیق نشست امنیتی تاجکستان دارای اهمیت بسیار مهم برای منطقه و فرامنطقه است، چرا که ما میبینیم که این کشور در دامن روسیه قرار دارد، در شمال افغانستان، در آسیای میانه و با مخاصمت با امارات اسلامی قرار داره، پالیسی هایش و همچنان نشست و برخواست هایشان با امریکا بوده که این خودش یک اشاره است که نشان میده که این مملکت نه تنها که با افغانستان داره آیستا آیستا دروازه مخاصمت از لحاظ جبهه مقاومت باز میکنه، همچنان خطری است برای روسیه، چرا که روسیه از این میترسید که اگر امریکا در آسیای میانه جای پای پیدا کنه و در اینجا مسئله دایش هم داغ شوه، این خطری است برای روسیه، یعنی از نقطه نظر استراتژیکی برای روسیه این یک خطری، چرا که روسیه از دو طرف زیر حملات سیاسی نظامی جهان غرب قرار داره که ما شما دیدیم در اوکراین بالفعل اونا درگیر هستن و این جنگ مستقیما جنگ امریکا و روسیه است، بالواسطه ذریعه افراد پراکسی خود، مگرم در منطقه آسیای میانه هم امی کوشش بوده و طوری که ما بارهایی را توضیح دادیم که جنگ اساسی امریکا بعد از اخراج از افغانستان نمی بوده که تا تشنجات در شمال افغانستان زیاد باشه، داعش در اونجا پا برجا شوه و این داعش باشه ده ساله امریکا در آسیای میانه برای توسعه پالیسی های غرب علیه روسیه باشه. و این نشستی که در نشست امنیتی صورت گرفت، این بعد از صحبت های امریکا با کشور تاجکستان بوده و در این حال برای احیای یک حرکت ضد حکومت امارت اسلامی و جابجا کردن مقاومت، چرا که مقاومت که جلسات که در ترکیه بله. کردن معلومه که از ترکیه جنگ در افغانستان ممکن نیست. بله. باید اینا بحث دیگه اینجا پیدا میشه. آقای فاطمی، موضوع گیری های تاجکستان در مورد افغانستان متفاوت تر از همسایه هایش است. حالا ما شاهد از این هستیم که ترکمنستان سفارت افغانستان در اشخاباد به امارت اسلامی تسلیم کرده، شاهد از این هستیم که ازبکستان کمک های بشری قابل توجه به امارت اسلامی میکنه، روابط تجارتی جریان داره، نماینده خاص امور افغانستان گماشته. چه چیز به نظرتان دیدگاه تاجکستان در مقابل افغانستان متمایزتر میسازه؟ وی است که تاجکستان خواهان توجه بیشتر به خود است، چرا که وقتی که امریکا دست خود اونجا دراز میکنه و میخواد که کمک های نظامی و اقتصادی به تاجکستان داشته باشه،
واضح است که روسیه متوجه زمی بود. بعد از صحبت های تاجیکستان با امریکا، سرگی لاوروف با تاجیکستان آمد و با وزیر خارجه تاجیکستان نشست، نه تنها که در موضوع رابطشان با امریکا در منطقه صحبت کرد، در مورد خطراتی که از افغانستان و راکت هایی که از افغانستان در ذریع داعش به تاجیکستان رفته و در این مورد صحبت کردند و این موضوع را موضوع خطر با منطقه دانستن و ما شما دیدیم که همین موضوع بود که باعث شد که بعد از این نشستی که سرگی لاوروف و از وزیر خارجه تاجیکستان با هم داشتن، کنفرانس ضد تروریسم در تحت سایه شانگهای در دهلی صورت گرفت که در اونجا تاجیکستان و روسیه اشتراک کردن و همین موضوع داغ وقت بود. ولی لحاظه برای تاجیکستان این بسیار مهم است که اینا چطور میتونن که از این موقع بهره برداری سیاسی و اقتصادی برای خود کنن و این هم در ضمن امتیازگیری از روسیه میباشه، چرا که اینا میخوان که اگر امریکا به منطقه دست درازی میکنه روسیه او را نمیخواد. وقتی که روسیه نمیخواد، روسیه متوجه بیشتر در منطقه میشه و میخواد که امتیازات که بیشتر تاجیکستان خواهند باشه او را به اونا بدن و این چیزی است که حتما صورت میگیره، چرا که بودن امریکا در منطقه نه تنها که برای روسیه خطر است، برای افغانستان هم خطر است و برای منطقه هم خطر است و به هیچ قیمتی را روسیه قبول کرده نمیتونه. و یکی از تعهداتی بود که بین روسیه و طالبان در بعد از آمدن طالبان در آگست 2021 صورت گرفته بود که تعهدی شده بود که ما داعش نمیگذاریم به روسیه تهدید باشه، اما اینا باید نگذارن که جبهه مقاومت و یا هر نوع حرکت دیگر از آسیای میانه در مقابل طالبان صورت نگیره. ولی حالی بینیم که فاصله بین جهان و امارت اسلامی بیشتر شده و فاصله ها هنوز هم بیشتر شده، تفاهمات کمتر شده، مسئله مصالحت کمتر و تشدد بیشتر شده، از این معلوم میشه که روسیه و جهان هم به این طرف قدم برداشته میرن تا عکس العمل در مقابل و جبهه ها در مقابل امارت اسلامی توسعه و وقت بیشتر بگیره. بله سپاس. هنوزم فکر میکنم که ارتباط ما با آقای مطهری دچار مشکل تکنیکی است. بهرحال آقای فروزان، اجازه بدین از شما بپرسم که چی فکر میکنین آیا در این وضعیت حساس آینده سیاسی افغانستان را تصمیمات داخلی امارت اسلامی میتونه تعیین بکنه و یا هم سوندی های قدرت های بزرگ منطقه‌ای و جهانی؟ خب آینده سیاسی خطبی است که افغانستان یک کشور است که همیشه کشورهای بیرون از افغانستان تصمیم های بزرگ در موردش گرفتن، تاثیر گذار است، اما بیشتر فعلا اگر راجع به آینده سیاسی افغانستان صحبت میکنیم بیشتر به خود طالبان تعلق میگیره. اگر طالبان یک پالیسی را اختیار کنن که مردم افغانستان در او خود آزاد ببینن، دست از وضع محدودیت ها بردارن، از سلب آزادی های مردم بردارن و یک ما برویم به طرف یک انتخابات پارلمانی که در او مردم در یک انتخابات شفاف و آزاد نماینده های خود انتخاب کنن، تصمیم گیری از طرف بله. از طریق بله. اما بحثی از آقای فروزان که تعداد از آگاهان به این باور هستن که آمریکا به خاطر از اینکه برای حضور دوبارش زمین سازی بکنه به نحوه گروه های تروریستی بزرگ را در منطقه و مخصوصا در افغانستان تقویت میکنه، اما در اینجا روسیه به خاطر منافع شخصی خودش با عملکردهای مختلف میخواد که پای آمریکا را قطع بکنه. حالا که ما در وضعیت قرار گرفتیم که قدرت ها به خاطر منافع خودشان تصمیم های بزرگ را در رابطه با افغانستان میگیرن، چقدر به نظرتان ممکن و متحمل است که تصمیمات داخلی امارت اسلامی به عنوان یک حکومت دیفکتو بتونه آینده سیاسی افغانستان را تعیین بکنه؟ خب ما قطعا به تیوری باورمند نیستم که کشورهای منطقه یا کشورهای منطقه کشورهای جهان مثل امریکا نیروهای را دیجا تقویه میکنه، گروپای تروریستی را. ما به این باورمند نیستم، به خاطر ایره کاملا از بنیاد رد میکنیم این مسئله را. امریکا در افغانستان آمده بود به خاطر از اینکه تروریسم مار کنه. در افغانستان پایگاه القاعده دیجا بود، فارماده فارم غازی‌آباد در اون تاز ترین میشد، مردم از تمام گوشه‌های جهان می آمدند. دیجا افراد مثل بن لادن بود، دیجا زرقاوی در می افغانستان بود در وقت بله. و اینا تهدید بودن به خاطر
مهار نمودن این تهدیدها در امریکا در اینجا آمد و بعد از اینکه آمدن در اینجا حکومت میخواستن بسازن که یک سیستم و یک نهاد را که حکومت داری درست و سالم در افغانستانی که ما افغان ها در اون ناکام موندیم و تا جای تقصیر خارجی ها بود و تا جای هم ما نصف ما به جای از یک از این فرصت استفاده میکردیم که تمام جان آمده بود با تمام پول و دارایی خود نصف ما به فساد دست دادیم و نصف ما هم به جهاد دست دادیم و نصف ما هم در بی‌اتفاقی کشورهای دیگه از این فرصت استفاده کردن، مثلا جرمنی، مثلا ژاپن، کره جنوبی از این طور فرصت ها استفاده کردن و امروز کشورهای بسیار پیشرفته هستند. من از بنیادی را رد میکنم که یعنی فکر میکنیم که افغانستان سیاست های عملی و اعلامی آمریکا در طول 20 سال گذشته در افغانستان یکسان بوده. نه، ما او قسم فکر نمی کنم، اما ای که داعش امریکا به میان آورده باشه و در افغانستان را سپورت کنه و توسط از او در این منطقه نفوذ کنه، من را از بنیاد رد می کنم. داعش دشمن امریکا است مثل القاعده. صحیح است که در تمام از این امریکا در وقتش در سالهای 80 اینا نقش داشتن، همگی از اینا را به اصطلاح پشاور مرکز جهاد، پاکستان مرکز جهاد علیه اتحاد جماهیر شوروی در اون وقت به خاطر مار ساختن کمونیسم، درست است که در اصل اگر بریم از اموج شروع شده ای تمام از یا، اما بعدا از اون وقت 40 سال گذشته، حدود 30 تا 40 سال و این گروه ها همگیشان علیه امریکا شدن و این گروه ها وفادار نمیمونن هیچ کدامشان. ما شما میبینید که مثلا از بطن طالبای افغانستان، تحریک طالبای پاکستان به میان آمدن و امروز علیه خود حکومت پاکستان جنگ میکنن. بله. ای که امریکا 40 سال پیش گروه ها را به خاطر شکست دادن کمونیسم ایجاد کرده، به این معنا نیست که گروه هنوزم به امریکا وفادار هستن و هنوزم. بله. پس با این حال آقای فروزان، یک وجه مشترک بین امارات اسلامی و امریکا در قسمت مبارزه با داعش پیدا میشه، اما دلیلی که به نظرتان حداقل در 9 ماه گذشته آمریکا سر تعامل نداشته با امارات اسلامی، با در نظر داشت از این که یک وجه مشترک به خاطر مبارزه با گروه های تروریستی مشخصا مثل داعش داشتن، چی بوده میتونه؟ خب داعش هنوز در افغانستان تهدید تا او حد نیست که امریکا حمایت کنه از طالبا به خاطر سرکوب نمودن داعش. بله، اما موضع‌گیری های کشورهای همسایه افغانستان دیدیم، موضع‌گیری هند را دیدیم، در تازه ترین سفر وزیر خارجه تازه پاکستان با آمریکا که حداقل این پاکستان از کشورهای نزدیک به امارات اسلامی خوانده میشه، گفت که نگران هستیم از وضعیت امنیتی افغانستان و تقویت شدن گروه های تروریستی. بله، این نگرانی خو از سالهای 1997 و 96 موجود است. بعضی وقتها زیاد میشه، بعضی وقتها کم. در نهایت حکومت قبلی افغانستان سقوط کرد، این نگرانی موجود است که در موجودیت طالبا در اینجا بعضی گروه های دیگه که با طالبا روابط بسیار نزدیک داره، ممکن است که یا افغانستان دوباره به لانای امن بسازن، به خود نگرانی موجود است. اما تهدید تا حد نیست که امریکا به صورت واقعی همکار متحد طالبا شود. ما به این باور هستم اگر اینطور تهدید به میان میآید که تهدید بسیار واقعی، در او صورت امریکا ممکن است که تا حدی که جمهوری اسلامی افغانستان حمایت میکرد از طالبا حمایت کنه و متحدشان شود. اما او هنوز ما به اون نقطه نرسیدیم. بله. فعلا از افغانستان هیچ کشور تهدید نمیشه، غیر از اینکه بعضی تحرکات مثلا راکت پراگنی های که طرف ازبکستان شد، یا ای که بمبارد که پاکستان کرد به خاطر از اینکه فکر میکنه که از اینجا تحریک طالبای پاکستانی بالای پاکستان حمله میکنه، یعنی یا واقعات خردریزی است. اما به سطح جهانی به قدرت های بزرگ هنوز افغانستان تهدید نیست. اگر به یک تهدید مبدل شود، من به این باور هستم که حتما به طالبات کمک به انتها زیاده را میکنه، به نهایت زیاده را. ممنون آقای فاطمی. به نظرتون روابط آمریکا و افغانستان، آمریکایی که 20 سال حضور استراتژیک در اینجا داشت، به کدام سمت سو روان است؟ آیا فکر میکنین که همان تعامل خونسای 9 ماه گذشته بعد از این هم ادامه خواهد داشت؟ آیا به این زودی ها با آغاز سفرهای نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در رابطه به قضایای فعلی افغانستان شاهد یک تغییر قابل توجه در ارتباط این دو کشور خواهد بودیم؟
آقای احمدی، قبل از اینکه سوالتان جواب بدون بگذارین که تاریخ باید درست بگذاریم. ملت افغانستان همگی شاهدی از این تاریخ است. تاریخ هرگز ما اثر نوشتن نمیتانیم که غلط بنویسیم و غلط به مردم بگوییم. دو واقعیت است که وجود داره، یکی که داعش پدیده ساختی اسرائیل و امریکا است، برای The Greater Israel پروگرام بوده و در منطقه سوریه، لبنان، اردن که یک واقعیت تاریخی است، اسرائیل خوابا را میدید که به تاریخ جولای 2020 به اساس کتاب مذهبیشان که دوم بیت المقدس دوباره ویران میشه و گریتر اسرائیل جور میشه و به اساس پلان گذاری هایی که داشتن باید سوریه، لبنان، اردن که بخش از گریتر اسرائیل است ایرا باید با متحد میشد. این پلان از خاطر جو شد که امی جبهه آیس آیس که جور شد، این پلان اسرائیل و امریکا بوده در منطقه ایرا جور کردن. از این چشم پوشی شده نمیتونه. کلپ های بسیاری از بزرگای سیاسی امریکا وجود داره که قبول میکنن که حرکت هایی که در اونجا و یا در افغانستان و در منطقه بوده ساختار سیاسی سیاسی امریکا بوده. دمیان در بخش افغانستان هم یک غلو صورت میگیره که آیا جهاد افغانستان هم امریکایی ها. ما میبینیم که روز انقلاب ثور در 1978 صورت گرفت، اپریل 1978. روسا در دسامبر 1979 به افغانستان آمدن و امریکا جهاد افغانستان بعد از کنفرانس اسلامی در سال 1980 در جده تایید کردن. در 3 ساله که در افغانستان امریکا و سیایی وجود نداشت، جهاد افغانستان ملت افغانستان خودش شروع کرد و خود ما از بنیانگذارای جهاد افغانستان در سال 1978 بودیم. من یک ذره مده وقت جوان بسیار خورسال بودم، 13 سال عمرم بود، یک همه چیز یادم میاد. چرا خود ما را فامیل ما بزرگا بر ما درس میداد که برین فلانی را ببینین، احوال بگیرین. به ذریع ما احوال میگرفتن، به ذریع ما ارتباطات میگرفتن. در وقت امریکا نبود، هیچ امریکا وجود نداشت، حتی امریکا حاضر نبود که جهاد افغانستان. اونا فکر میکردن که روسیه اینقدر بزرگ است که افغانستان نمیتونه روسیه را بزنه. اما بعد از او که 3 سال از جهاد افغانستان در داخل افغانستان گذشت، مردم خیستن، قیام کردن، حرکت کردن، رفتن مهاجرت کردن. بعد از او امریکایی ها با پاکستان و عربستان سعودی اینا نشستن و به این نتیجه رسیدن که این ملت میتونه و ما میتونیم از این ملت استفاده کنیم. فلحاظ این دو حقیقت چون پوشی کردن نمیتونیم که جهاد افغانستان امریکا شروع نکردن، ملت افغانستان شروع کردن، بعد اونا تایید و همکاری کردن و به نفع خود استفاده کردن. میایم در ایسی داعش پدیدی اسرائیل و امریکا است، ساختی از اونا است. در سوریه ساختن اما ناکام شدن، اونجا اینا حتی خودشان بمبارد نمیکردن، در هر جا برشان اسلحه میماندن، پول میدادن، ایره جور کردن. وقتی که در سال 1911 اینا دیدن که روسیه اینا را در اونجا بمبارد میکرد، از بین میبرد، اونا هم انتقال دادن اردن در افغانستان. در مو زمانی که واقعیت صورت گرفت، یادتان باشه که کرزه گفت که هلیکوپترهایی در سمت شمال در حرکت است و جبهات نو جور میشه. منظورتون سال 2011 است آقای فاطمی؟ بله، سال 2011. و این جریان از سال 2010 صورت گرفت. در 2010 در مو وقت من خودم در سمت شمال در بغلان بودم و همین که کرزه ای را گفت که هلیکوپتر در او امو زمان در امو وقت من در اونجا بودم و این چیزها را به چشم خود دیدیم و یادم است. و حتی گروه های موجود بوده که او گروه ها حال فعلا پس دمی با امارت اسلامی که چیز هستن، بعضی گروه های طالب ها هم در اونجا که فعال بودن که ما بسیاری بزرگش در امو وقت من مشناختم، چرا بغلان یکی از ولایت هایی بود که در اونجا طالب ها بله. اگر در رابطه با سوالی که مشخصا از شما داشتم آقای فاطمی اشاره بکنیم، چون فرصت اندک است و موضوعات مختلف می خواهیم داشته باشم. در حال حاضر روابط حکومت تازه افغانستان که امارت اسلامی باشه و همچنان آمریکا، به نظرتون به کدام سمت و سو روان است؟ آیا فکر میکنین که در یک مسیر قرار داشته باشیم که تا روزهای آینده یک تغییر قابل توجه در این ارتباط به وجود بیاید یا خیر؟ پیشتر قبل که شما از آقای فروزان سوال کردین، این همی سوال تنمی بود که
ربط بین مسائل داخلی و خارجی ما چی است؟ دقیقاً. تحقیق که روابط داخلی با روابط خارجی ما ربط داره. اگر ما مسائل از داخل افغانستان به انسجام بتیم و منظم بسازیم، راستن تأثیر داره با روابط خارجی ما و تغییراتی میاره در پالیسی های خارجی ما، چرا که مشکلاتی که فعلا با جهان وجود داره اونای نمی مسئله حقوق زن و مکاتب و اینا را که پیش میکنن این مسائل داخلی ما است. ما اگر این مسائل داخلی خود جور کنیم در مسائل خارجی پیشرفت آسانتری صورت میگیره و ما میتونیم پیشرفتی داشته باشیم. فلحاظ انسجام در مسائل داخلی افغانستان، تغییرات در پالیسی های داخلی افغانستان برای امارت اسلامی حیاتی است و باید این پروگرام ها را یعنی مانورای درست صورت بگیره. اگر نگیره ما میبینیم که تمام جهان، همو کشورهایی که حتی خوشبین بودن بر افغانستان و داشتن روابط نیک با افغانستان، در جلسات آخر که فرزند در کنفرانس شنگای، کنفرانس امنیتی تاجکستان و همچنان در نشست هایی که در تهران شده یا روابط تهران با جبهه مقاومت که میخواه که جلسات در بلژیم داشته باشه یا نشست هایی که در ترکیه صورت گرفته، این همه زنجیرهایی است که نشان میده که بازی از دست امارت اسلامی آهسته آهسته میبره. اگر بخوای که بازی رو کنترل داشته باشه، اگر میخوای که بازی دوباره به نفع از اینا دار بخوره، فرضاً همین که ماها بود امیر میگفتیم که با هند روابط مثبت باید داشته باشه، نفرای یک هیئت میبینیم دیمی دو سه روز قبل سهل شاهین با میدیای هندوستان صحبت های داشت و همچنان انس حقانی گفت که ما میخوایم با هندوستان رو یک چیز مثبت است. اگه اینا همه تو تغییرات کلی را در پالیسی های داخلی و خارجی خود نبیارن، بازی از دستشان میره. فلحاظ روابط مسائل داخلی ما با مسائل خارجی ما کاملا ربط داره و بنیاد مسائل خود افغانستان است، چرا که بوته از ریشه خود آب میخوره، بوته از بالا آب نمیخوره. ممنون. ادامه که تحول را پس از وقفه دنبال کنید. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای فروزان، حالا اگر قرار این باشه که به نحوه در قضایایی که تصمیم گیری میشه در مورد افغانستان نقش امارت اسلامی از اون منتفی شوه، وضعیت به کجا خواهد رسید؟ مثلا نشست مهم امنیتی شانگهای که در دهلی نو برگزار شد، از امارت اسلامی دعوت در اون نشد. نشست امنیتی تاجکستان که مشخصا در رابطه با افغانستان بحث میشد، باز هم از امارت اسلامی دعوت نشد. این نقش ندادن ها به قوه حاکمه در افغانستان وضعیت را به کدام سو میبره؟ خب وضعیت خوبی نیست که باید ما در این جایگاه قرار نمیداشتیم که یک حکومت که هنوز مشروعیت بین المللی نداره، همینطور یک بازی را میتونیم پیش بینی کنیم که تمام فیصله ها یا تمام مذاکرات که در خارج از کشور میشه بدون حضور داشت حکومت یا نماینده هایش میشه، در یک وضع خوب ما را قرار نمیده. من تا ما چند چیز را که آقای فاطمی یاد کردن که گفتن از تاریخ فکر میکنم که بسیار به صورت واضح تاریخ موجود است که در سال 1975 قبل از آمدن روسا در دوران داوود گپ از جهاد زده شده. آقای گلبدین حکمتیار، آقای ربانی، آقای مسعود، آقای سیاف که سیاف میخواست بره اما در راه بندی شده بود، اینا در پاکستان به کمک آیسای و به کمک جماعت اسلامی پاکستان حزب جمعیت اسلامی را ایجاد کردن و باز همزمان تقریبا چند روز بعد حزب اسلامی ایجاد شد که از اون وقت اینا برای جهاد آمده بودن. جهاد از اون وقت شروع شده بوده که روسا نبود در افغانستان و کتاب مثلا The KGB's of Afghanistan، ما برای آقای فاطمی رفرنس میتم، شما در وودرو ویلسون انستیتوت کولد وار پروژکت هیستری برین به صورت فری براتون در اونجا Inside Soviet Union Invasion of Afghanistan 1978 کتاب است و همچنان کتاب The KGB's of Afghanistan شما هر دویش از وودرو ویلسون انستیتوت همین لحظه دانلود کرده میتونین بخونین. $30 میلیون CIA در سال 1357 10 روز بعد از اینکه حکومت
داود خان سقوط کرده بود، با آقای گلبدین 30 میلیون دلار داده شده بود که از شیرخان بندر اینا کارتای حزب اسلامی و شبنامه‌ای شده دوشنبه تقسیم کرده بودن که اومو اولین باره که روس‌ها تهدید واقعی را دیدن که تاجک‌ها در دوشنبه در اونجا اینا چی داشتن، کارت حزب اسلامی از جیب از اینا پیدا شده بود. از او وقت ای قبل از آمدن روس‌ها بودی مسائل که آغاز شده بود افغانستان و آمریکایی‌ها قبل از او به این مسئله انویست کرده بودن و 30 میلیون دلار در کتابی که من برایشان گفتم میتونن که به او رجوع کنن و او را بخوانن. و در این زمان مسئله داعش این چیزایی را که آقای فاطمی گفتن اینا بر بنیاد تئوری های دسیسه است. خب تئوری دسیسه میگه که کتاب خود کتاب یهودا یا به اصطلاح دوونش تست ای چیزا که پیش بینی کرده که یک روزی قسم میشه قسم میشه قسم. خب به بنیاد از او نمیشه که ما قضاوت کنیم. و مسئله هلیکوپترها در اسپوتنیک که یک آژانس خبری روسی است که اونا گفته بودن که هلیکوپترها آمده بود و اعضای داعش انتقال داده، خوب میتونه مثل لیسته که مثلا آقای غنی را مال از آقای غنی دفاع نمیکنم، اما یگانه نفره که دیده که در تیاره آقای غنی پول انتقال داده سفیر روسیه است اتفاقا، نه اوجا پیلوت افغان را شهادت میده، نه کارمند، نه عسکر، نه کسایی که سفر کرده بودن، کسایی که آقای غنی اونا را عقب رها کرده بود امروز مخالفی نشستن و در انوز هم در افغانستان بودن، مثلا آقای متین بیک و کسایی که مانده بودن، یعنی آقای غنی با اونا بیوفایی کرده بود و خودش افغانستان هیچ کدام از یا نمیگن که در اون تیاره ها پول بوده یا انتقال تو یک چیز را غیر از یک نفر که در جهان دیده و غیر از آقای سفیر روسیه هیچ انسان دیگه دمی چندین میلیارد نفوس دنیا ندیده این مسئله را. حالا بحث هست آقای فروزان که مواردی که در گذشته صورت گرفته به هر حال، اما بحثی است که چگونه افغانستان میتونه از پلان هایی که در حال حاضر در حال اجرا است و اینکه میبینیم به افغانستان در بسیاری از قضایا به قوه حاکمه در افغانستان نقش دادن نمیشه، چقدر نگرانی از این وجود داره که یک بار دیگر جنگ های نیابتی که مثل گذشته هیچ وقت مردم افغانستان در اون نقش نداشتن باز هم از مردم قربانی بگیره؟ بسیار زیاد احتمال از این میره، اما من میخوایم جمله مخدی ختم کنم که هدفم از اسپوتنیک، اگر اخبار به اخبار اسپوتنیک ما اعتماد کنیم، اسپوتنیک اخبار پنج تیاری داعش هم امونا نشر کرده بودن. میایم در سوال اصلی شما. بله، مردم افغانستان در جنگ‌های نیابتی، در جنگ‌های در بازی‌های جهانی متاسفانه ما قربانی هستیم و آتش، اما برمیگرده به خود ما. مثلا ما در با مهاجرت خود در سال 1975 به پاکستان بر اولی بار ما دست باز به پاکستان دادیم که پاکستان از امور روز تا به آل را تقریبا 50 سال در قلمرو ما دسترازی میکنه، گروه مختلف را ایجاد میکنه، دو گروه را در عین زمان همیشه در اینجا حمایت ازش کردم. پیشتر ما گفتم که حزب اسلامی و حزب جمعیت همیشه بعد از او با ایجاد طالبا و باز عالم ممکن است که داعش بخش خراسان رهبریش بعد سایسای باشه با پاکستان. یعنی ما خود ما هم در این طور نیست که تنها با ای که ما امروز یک حکومت که مشروعیت جهانی نداره ما در انزوا قرار میگیریم، یک بخش قضیه است، اما بخش دیگه عزیزه که هر کشوری که در اینجا اگر نیروهای نیابتی خود داره او افغانای خود ما است. اگر ما مثلا چپی های ما در اینجا کودتا کرد خود روسا خود نامده بودن، خود مردم ما چپی شده بود یا به مو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بعد از اویش هم مجاهدین ما پیشتر ما گفتم که پاکستان رفتن یک تعدادش به ایران، در نهایت امروز حتی دست کشورهای مثل تاجکستان و ازبکستان و ترکمنستان و عربستان تمامی کشورها از طرف افغانای خود ما اینا خودشان نمیه. ما خود ما در صورتی که آگاهی پیدا کنیم و تصمیمی را بگیریم که دیگه از بیگانا کمک نمیگیریم که در امور ما مداخله کنن و به خاطر بازی‌های به خاطر رقابت‌های سیاسی خود حمایت خارجی‌ها رو پولشان نمی‌گیریم، در اون صورت خارجی‌ها خود خود اینجا هیچ کدام از اینا نامدن. اگر آمریکا آمده حمایت یک بخش از مردم اینجا داشته، اگر روس‌ها آمده بخش حمایت بخش از مردم داشته، اگر پاکستانی ها آمده، پس برمیگرده به خود ما. هیچ کشور جهان در کشورهای ابرقدرت همیشه میخوان قلمرو خود وسط ببخشن، میخوان نفوذ خود داشته باشن بالای کشورها، اما این برمیگرده به مردم از اون کشور، به ملت از اون کشور که هوشیار شون و
دست بیگانه ها را از وطن خود کوتاه کنند. تشکر. ممنون. آقای فاطمی، در قطعنامه ای که در اخیر نشست دوشنبه تاجیکستان اعلام شد، او این بود که کشورهای حوزه افغانستان و کشورهایی که در حول افغانستان قرار دارند تلاش میکنند که روابطشان را با حکومت موجود در افغانستان برقرار داشته باشند، که در غیر این صورت ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان باعث میشه که حداقل کشورهای همسایه افغانستان هم شاهد همین بی‌ثباتی ها باشه. حالا بحثی است که این کشورها میخواهند روابطشان را داشته باشند با افغانستان و چه نوع خواهد بود، چه مکانیزم میتونیم به این روابط تعریف بکنیم، و آیا واقعا کشورهایی که در زبان و در عمل میگن که به نحوه نمیخواین ارتباط داشته باشند با امارات اسلامی، چطور میخواین این روابط را نگاه بکنن؟ به تحقیق یک چیز واقعیت است که بدون داشتن روابط منطقه به ثبات رفته نمیتونه. یعنی اگر منطقه و جهان بخواید که یعنی امو چیزی را که ترس دارن از تروریسم و از بی‌ثباتی منطقه، باید با طالبان روابط خوب داشته باشند، و مهمتر از همه برای منطقه بالخصوص روسیه و چین ای است که اگه اینا فرضاً به رسم شناختن طالبان را از اول زیر قبض می‌گرفتن و حکومت طالبان بیشتر میتونستن و آسانتر میتونستن چیزهایی را که میخواستن با طالبان به تفاهم برسن و اونا را تطبیق کنن. و هرچی که شما یک کسی را تجرید کنین و تهدید کنین، او به نسبت حالت دفاعی خطرناکتر میشه. وقتی که شما افغانستان را به رسمیت نشناسین، محدوده ها و تعزیرات بالاش وضع شوه، وضع اقتصادی کشور به رکود و سقوط بره، در او صورت خود به خود داعش اگر نباشان پیدا میشه، اگر القاعده نباشم پیدا میشه. خود در حالتی که جهان میگه که the youngest nation of the world، یعنی افغانستان جوانترین ملت است، 60% نفوس افغانستان جوان هستند. 60% 40 میلیون، شما ببینید 20 میلیون ما جوان داریم. 20 میلیون جوان اگه بیکار باشه، کار و عایدی نداشته باشه، خود به خود دست به اسلحه میزنه. از مرجعی که برش پول داده شوه، اگر رای عاید و معاش برای فامیلش باشه، خود به خود به دامن زنا میفته. فلهذا جهان اگه منطقه میخواد که در افغانستان امن باشه، در منطقه امن باشه، باید با طالبان یا امارات اسلامی مراودی مثبت و نیک داشته باشند. در تجرید کردن و در تعزیرات و در نگه داشتن کامیابی به دست نمیه. در مورد صحبت های آقای فروزان، یک چیزی را باید بگم، ما با ایشان در صحبت های آخرشان به کلی هم نظر هستم که خدا کنه افغان ها به خود بیاین و بعد از این خود فروشی نکنن. ما با ایشان لحاظ تاریخی هم نظر هستم که افغانستان یک علت از بربادی های افغانستان فروخته شدن افراد افغانستان است، چی به روس، چی به امریکا، چی به پاکستان، چی به ایران، به هر کسی که باشه. افغانی که به هر نقطه جهان فروخته شده، فروخته شده و امی رقمی که ما حال میگم فرزند در مورد بعضی افرادی که در امارات اسلامی به کشورهای همسایه کار میکنن، من میگم که اگه ایجنت و اجنبی که به امریکایی کار میکرد و او متهم به اعدام میشد و باید کشته میشد، چرا که جاسوس بود، چرا همون نفری که امروز برای پاکستان کار میکنه و در بین حکومت امارات اسلامی وجود داره، چرا او باید به این رقم محکوم نشه؟ برای ما اجنبی و کار کردن به این کشور، چی پاکستان باشه، چی ایران باشه، چی امریکا باشه، چی روس و انگلیس باشه، هیچ تفاوت نداره. من این نقطه باش هم نظر هستم. در یک نقطه ما باشن هم نظر نیستم. خود هیلری کلینتون قبول میکنه که در ساختار امی سازمان های تروریستی دست داشتن و گفتن که یکی از آله های پالیسی های خارجی امریکا بوده و اینا به این نیاز داشتن، و بالخصوص در مورد لیبیا و سوریه ای گپ زدن و گفتن که اینا ضروریت های وقتی استراتژیک امریکا بوده. در مورد از اینا گفتن که در سال 1975 جریانات، او جریانات داخلی و منطقوی بسیار محدودی بودن. فرضاً جوانای سازمان های اسلامی و جوانای متفکر و روشنفکر افغانستان در وسط پنتون با هم در تضاد بودن. حکومت با یک طرف دست نزدیک داشت، با مخالف دیگه، اونا مجبور شدن از کشور برآمدن و پاکستان از اونا استفاده سو کرد و به نفع خود، چون موضوع پشتونستان بسیار قوی بود، از اونا استفاده کرد. من در مورد گفتن که 30 میلیون دلار برای
آقای متیار داده شد. شما میفهمین با 30 میلیون دلار در روی پاکستان هر کار برای شما میکرد. برای آمریکا با پاکستان دو 30 میلیون دلار نمیداد. و ما ایره براتان از خاطر میگم اولین پولی که از کابل جمع شد و به جهاد به پیشاور رفت او پول 3 لک افغانی بود از در کابل فامیل ما، یعنی از ما که چقدر بزرگای ما در جهاد بودن، یعنی در آغاز از بعد از سال 1357 3 لک افغانی جمع کردن. و این 3 لک افغانی که وقت به پیشاور رفت باور کنید سرزنمی در اونجا بین مولای محمد نبی و صدربانی و حکمتیار صاحب سیاف وجود نداشت در وقت. بالا از این پول چیز بود که پول کی تصاحب کنه؟ 3 لک افغانی 30 میلیون دلار خو یک بسیار پول گزاف است. با 200 میلیون دلار در سال 1980 عرب امریکا و سعودی حکومت پا امریکا را خرید و سیاف رهبر ساخت. فلحاظ ای گپ واقعیت نداره. اگه 30 میلیون دلار می بود می فهمید یک تحولات و تغییرات بسیار بزرگ. این تنظیمات تا سال 1980 پول نداشتن. حتی میفهمین حکمتیار صاحب و اینا که در خانی مولای عبدالشکور در پیشاور زندگی میکردن وقتی که کرایی اتاق میامد اینا پول کرایی اتاق نداشتن که بتن بودمو یک شبی که در جای دیگه میرفتن. و یک چیزی است که برای من مولای عبدالشکور خودش قصه کرده که حکمتیار صاحب و سربانی در من محصل بودم و اینا در اتاق من میبودن. اگه 30 میلیون دلاری وجود میداشت چرا با این مشکلات روبرو بودن؟ پول دادن برای جهاد افغانستان بعد از سال 1980 و ما بر شما رفرنس شم دادم کنفرانسی OIC جده اصلا خود در کازابلانکا در بنیادش گذاشته در سال 1969، مگرم کنفرانس اولش در جده در سال 1980 صورت گرفت و در اونجا موضوع جهاد بود و در اونجا پول بر افغانستان جمع‌آوری شروع شد و از اونجا حمایه جهاد شروع شد. قبل از این حمایه جهاد نبود. کدام پولی رم اگر به کسی به ازرای استخبارات به کسی داده باشه او 30 میلیون نبوده و پاکستان بعد از او که جهاد افغانستان به حساب تقوی گرفت با امریکا تعهدشی بود که ما جهاد افغانستان را تایید میکنیم، مگر پولی را که شما بر افغانستان روان میکنین شما مستقیبا با مجاهدین نمیتین بلکه به پاکستان میتین. اونمو پول افغانستان بود که پاکستان اتمی خودم ساخت، خودم به پای ساخت کرد و مال امانت مردم افغانستان یعنی مهاجرین و مجاهدین با اونا هرگز دیتود 43 سال نبود. بله ممنون. ادامه که تحول را پس از وقفه دنبال کنید. به ادامه برنامه باسم خوش آمدین. آقای فروزان، یک بحث دیگر هم وجود داره با در نظر داشت از این که امارت اسلامی مورد تجرید قرار میگیره که در جریان برنامه به او بحث کردیم و همچنان تعذیرات بیشتر میشه از هر لحاظ، اما در امیال وقت دیروز هیئت رهبری سازمان همکاری های اسلامی با وزارت خارجه آمریکا دیدار داشت. در این دیدار گفته شد که باید روی حکومت سرپرست در کابل فشار آورده شود که به تعهداتش با جامعه جهانی پابند بمانه. از این سو امارات اسلامی میگه که به تمامی تعهداتی که با آمریکا یا هر کشور دیگر انجام داده پابند است. حالا چه مفهوم را میتونه این فشارهایی که آمریکا به او توجه میکنه افاده بکنه؟ خب قبل از اینکه ما دوباره به کتاب آقای ما از جان خود نمیگم، از دل خود نمیگم، 30 میلیون دلار اشاره بکنین آقای فروزان. بله بسیار فشرده. کتاب نامش The KGB's افغانستان است و او به تقریبا 10 زبان ترجمه شده. نویسنده کتاب ویسلی متروخیم و او بسیار کتاب مشهور است. شما اگر ادعای دارین علی بیانات دو کتاب، کتاب خیلی مشهور است، یک نامه نوشته کنین که کتاب اصلاح کنن یا ای که شاید هر ادعایی که دارین بالای کتاب کنین نه بالای ما. و 30 میلیون دلار هم در مجموع امریکا انویست کرده بود در سرحدات شمال افغانستان، در قسمت های خصوصا در قسمت های شیرخان بندر که تهدید برای روسیه و میان بیاره. از طریق آیسایو داده شده بود برای حزب اسلامی، شاید مقدار که رسیده باشه برای حزب اسلامی کمتر باشه، اما در مجموع بودجه که امریکا برش مانده بود در وقت 30 میلیون. و او را پس به کتاب اگر ادعای دارین برین و کتاب کتش اصلاح کنین. یه حرف من نیست، از روی کتاب میگم. میام در قسمت حرف شما. خب افغانستان در وضعی که قرار داره، بالای جامعه جهانی، بالای حکومت فعلی افغانستان
پافشاری داره. بالای تعهدات کنا داده بودن در 1.5 سال که مذاکرات جریان داشت و در اون مذاکرات بعضی تعهداتی که در اوجا یکی خروج آمریکا بود، تبیس که خروج نیروهای آمریکایی صورت میگیره، روابط طالبا با القاعده و دیگر گروه های تروریستی قطع میشه به صورت کامل و یک حکومت جدید اسلامی از دل از این مذاکرات بین الافغانی که باید با وقوع پیوست که نشد بالاخره او عملی میشه و بالاخره یک حکومت که از جمع سیاسیون داخل افغانستان، حکومت جمهوری اسلامی و از طالبا یک حکومت جدید در نتیجه از اون مذاکرات به میان میه. آتش بس هم یک جزش بود، نه آتش بس شد و نه اون مذاکرات تا با آخر حقیقتا در به میان آمد. حالا سوالی که پیدا میشه طرف... آقای فروزان، که وقت اون معاهده کاملا برعکس شده و تعهدات در یک شرایط متفاوت قرار گرفته، منظور ایالات متحده آمریکاست پابندی به تعهدات چه میتونه باشه؟ خب فعلا تهدید امنیتی، روابطشان قطع، روابط طالبا با القاعده که تعهدات گرچه تقریبا هر روزی تکرار میشه که افغانستان از خاک افغانستان علیه امریکا متحدینش استفاده نمیشه، اما امروز راپور را که ما شما در دسترس خود داریم که نشان میده که آقای امیال نامشان الزواهری اونا دوباره بیعت کردن برای امیرالمومنین، خب این بعض تشویش ها را شاید به میان بیارد. هنوز خیلی وقت است که ما واکنش ها را ببینیم چون این خبر تازه نشر شده، یعنی نشاندهنده از این است که دوباره در افغانستان یک دو هفته پیش هم یک خبر دیگه که نشر شده که القاعده هنوز به کدام اقدام عملی دست نزده در افغانستان به خاطر از اینکه تعهد دادن برای طالبات تا اینکه حکومتشون به رسمیت شناخته نشد تا با وقت کدام اقدام نمیکنن که علیه امریکا و متحدینش. این قسم اخبار هم نشر میشه، این کلش نگرانی هاست و در این زمان بزرگترین چیزی که به مردم افغانستان مهم است تعهدات که در وقت طالبا داده بودن که یک حکومتی که همه شمول باشه و حکومتی که باید یک حکومت موقت در اینجا ایجاد میشد، باز بالاخره ما به طرف یک انتخابات میرفتیم. او هیچ کدام از این مهمترین نقطه مثلا در او اصلا ایجاد امارت اسلامی در اوجه تاکید شده بود بارا که دوباره امارت اسلامی قابل قبول نیست، حتی روسا، امریکایی‌ها، ایندیا، پاکستانی‌ها همگی به توافق رسیدن که امارت اسلامی دوباره باید ایجاد نشه و یک بیانگنو یا جمهوریت یا به هر شکل که می باشه یک دولت، یک حکومت جدید اسلامی که از دل از اون مذاکرات باید می برامد. هیچ کدام از این عملی نشد. نیروهای امنیتی ما کاملا از هم پاشید، افغانستان به دست یک گروه افتید و تعهداتی که در قسمت حقوق زنان، در حقوق شهروندی داده بودن هیچ کدام از او عملی نشده بود. جهان امروز فشار میاره و مردم افغانستان هم به این باور است که باید یک حکومت تشکیل شود افغانستان که تمام مردم افغانستان در او سهم داشته باشن و در او خود ببینن، حقوق زنان در او جا پایمال نشه، مکاتب، مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی خانما باید قابل توجه، باید به شکل قابل توجه باید او باشه. هیچ کدام از این عملی نشده و جهان میخواه برگرده به متعهدات که طالبان داده بودند در جریان 1.5 سال مذاکرات. بله بسیار تشکر. و راهی که فکر میکنین میتونه ثبات را تحکیم ببشه در افغانستان و همچنان نگرانی هایی را که در جریان برنامه به او بحث شد که میتونه یک جنگ نیابتی تازه را در افغانستان تشکیل بده، چگونه میشه این احتمالات را مد نظر گرفت و از خساراتش جلوگیری کرد؟ خب ما یگانه رای بیرون رفت را که من میبینم که ما به طرف یک انتخابات ولسی جرگه بریم که به پارلمان ایجاد شوه که نماینده های واقعی مردم از در یک انتخابات آزاد و شفاف نماینده های واقعی خود مردم انتخاب کنند که در او نه مفسدین نظام قبلی باشن، نه جنگ سالارا و نه کسایی که مردم بالای از اعتماد نداره. نماینده های واقعی در انتخابات آزاد و شفاف ولسی جرگه در او تصمیم ها گرفته شود، در او قانون ایجاد شود، در او قانون اساسی را بالایش کار کنند یا هر چیز دیگه که می باشد. اگر راجع به حجاب است، راجع به حقوق زن است، راجع به حقوق شهروندی است، تمامش در یک پارلمان، او شورای اولیسی جرگه خودش نماینده هایی که در او صورت ما نیاز بر از این نداریم که فرمان صادر کنیم یا ای که
فراقانونی عمل کنیم یا ای که ولسی جرگه های مختلف بخوایم خود از او نماینده های مردم می باشه در 200-300 نفره که می باشه اونا نمایندگی از مردم میکنن ما مشروعیت داخلی هم پیدا میکنیم مشروعیت خارجی هم پیدا میکنیم و در او صورت از او یک نظام مردم افغانستان هم حمایت میکنن و خارجی هم دیگه خود اجازه نمیتن یک حکومتی که بر رای مردم و بنیاد انتخاب مردم ایجاد شده باشه و حمایت مردم داشته باشه دیگه باز خارجی هم دست درازی نمیکنن با امور افغانستان. ممنون آقای فروزان. آقای فاطمی بنوان آخرین پرسش میخوایم بپرسم که رای حل چی است و چگونه میتونیم از رفتن به عمق بحران جلوگیری کنیم؟ طور که قبلا گفتم برای ما افغان ها برای تغییر جریان کنونی و رکود که لحاظ سیاسی و اقتصادی افغانستان با روبرو است از درون از خود بطن افغانستان باید تغییرات ما بیاریم. وقتی که ما تغییرات آوردیم جهان مجبور است با ما به او رفتار کنه، هم همسایه و هم امریکا. دیگه مشکل از داخل است. هر وقت که مشکل از داخل حل شوه، وقتی که مشکلات بسیار جزئی است که حتی اگر نمیشد شاید ما بسیار پیش رفته می بودیم. طوری که 6-7 ماه امارت اسلامی با پالیسی های مثبتی بودن، نه تنها که مردم افغانستان خوش بودن و خوشبین بودن، جهان هم می دیدن که تغییرات کلی در حرکت امارت اسلامی آمده. اما امروز می بینیم که او خوشبینی ها کمتر و ضعیفتر شده میره، نه در لحاظ جهانی بلکه در لحاظ داخلی در افغانستان هم. به نقطه دیگری میایم که در مورد الزواهری صحبت شد که مثال فشرده اگر اشاره بکنه آقای فاطمی برای نمی است که یا امروز امریکا و جهان دروغ میگه، یعنی این راپور خسرب ملل متحد آمده، یا در وقتی که بوش اعلان کرد که ما برنده جنگ علیه تروریسم هستیم و القاعده دیگه توانایی عملیات علیه غرب نداره و منحل شده و از بین رفته، فلحاظ یکی شب باید قبول کنیم، یا در وقت دروغ میگفتن یا آل دروغ میگن. در وقت اگر منحل شده آل چطور دوباره احیا شد و پس بابا، و اگر آل احیا است فلحاظ در وقت بش دروغ میگفت و کامیابی را که اعلان کرد که ما علیه تروریسم جنگ بردیم و کامیاب شدیم و بعد از انتقال قدرت با اوباما کرد و اوباما هم با اساس اونا در جهان بردیم و دیگه القاعده وجود نداره، چون اینا داعش نو زایده بودن و جور کرده بودن فلحاظ مجبور بودن القاعده را از بین بعد که القاعده را از بین بردن بنیادش گذاشتن تا از عراق پای خود بکشن. فلحاظ لحاظ تاریخی در یکی از این نقاط غلطی و اغماز وجود داره، یا دو وقت دروغ میگفتن یا له. به نظر ما امی صرف بهانه‌گیری است برای پلان هایشان در افغانستان که میگن القاعده هم است و داعش هم است. این چیزا اصلا وجود نداره و اگر باشم به گفتی خودشان القاعده توانایی عملیات جهانی و منطقوی را از دست داده و وجود نداره. سپاسگزارم از حضور مهمانانم، هر یک آقای سید بلال فاطمی تحلیلگر مسائل سیاسی از بریتانیا و همچنان آقای ولی فروزان آگاه روابط بین الملل از کانادا، و همچنان تلاش کردیم که آقای ظاهر مطهری را در برنامه وصل بسازیم که متاسفانه موفق نشدیم. و سپاس از شما که بیننده تحول امشب بودید. برنامه تحول در همین جا به پایان میرسد. خدا نگهدار.